سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 ماه حمل سال 1397 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. درگیری میان نظامیان افغانستان و پاکستان در نزدیک خط دیورند در ولایت خوست. ما خوشبختانه د تاسو سره د دې ځواب کونکو په ډېره میړانه سره دوی ته غکمتونکی ځواب ورکړ او دوی د سټي نقطه فشار کړل. حضور کمرنگ مردم در مرکزهای ثبت نامهای رای دهندگان. سطح مشارکت آنچه که میسیون تقاضا داره و میخواهیم نیست، انشالله که با ادامه روزهای بعدی اشتراک هموطنهای ما بیشتر شود. خواست احزاب و جریانهای سیاسی برای سهم دادن به احزاب در انتخابات. با ما وقتی صحبت میکنه با احزاب میگم پیشنهادات شما مشکلی نداره، ولی در حضور رئیس جمهور وقتی که منشینه میگه که این پیشنهادات غیر عملی است. انتقاد شما را از بازنشستگان از حکومت از بهر پرداختن شدن تنخواه بازنشستگیشان. و هشدار حمله های بیشتر امریکا بر سوریه در صورت کارگیری سوریه از جنگ افزارهای کیمیایی. مشروع خبرها. نبردهای پراگنده میان نظامیان افغانستان و پاکستان در نزدیک خط دیورند در ولایت خوست ادامه دارند. این نبردها بامداد امروز در ولسوالی زازه میدان خوست پس از آن آغاز شدند که نظامیان پاکستان بر یک پاسگاه پلیس مرزی حمله کردند. مقامهای نظامی در حوزه جنوب شرق کشور گفتند که از آغاز این نبردها تا کنون دو نظامی پاکستان و دو غیر نظامی کشته شدند و سه نظامی دیگر پاکستان سوی نیروهای دولتی کشور بازداشت شدند. عبدالحق عمری در این باره از ولایت خوست گزارش فرستاده. در اینجا در ولسوالی دنده پتان ولایت خوست نظامیان برای پاسخدهی به حمله های نظامیان پاکستانی آمادگی گرفتند. این نظامیان پس از آن به این بخش آمدند که بامداد روزی یکشنبه نظامیان پاکستانی بر یک پاسگاه پلیس در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست حمله کردند. مردم جاجی میدان در ساحه جندوغر واقعا مردم وطن پرست، مردم بسیار تلفات پاکستان اونجا استاد شدن در مقابل پاکستانیا. فرمانده پلیسی حوزه 303 اسپنغر میگوید که از آغاز این حمله تا کنون دو نظامی پاکستانی و دو غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر در اینجا در ولسوالی دنده پتان ولایت پکتیا نظامیان برای پاسخدهی به نظامیان پاکستانی آمادگی میگیرند. اما خوشبختانه دو تاسو سره د دې ځواکونو په ډېره میړانه سره دوی ته غکمتونکی ځواب ورکړ او دوی د سټي نقطه فشار کړل. مقام های نظامی در ولایت پکتیا میگویند که نیروهای دولتی یکی از تأسیسات نظامیان پاکستانی را که در نقطه صفری در ولسوالی دنده پتان ساخته شده بود نیز ویران ساختند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در روز نخست ثبت نامهای رای دهندگان در 1419 مرکز ثبت نام در سراسر کشور در حدود 6500 تن ثبت نام کردند. این کمیسیون حضور ثبت نام کنندگان را در این مرکزها کمرنگ میداند، اما امیدوار است که در روزهای آینده شمار بیشتر از شهروندان نامهایشان را ثبت فهرست رای دهندگان کنند. این کمیسیون میگوید که تنها در کابل 374 مرکز ثبت نامهای رای دهندگان ایجاد شدند و انتظار میرود که روزانه 37000 تن در این مرکزها نامهایشان را ثبت فهرست رای دهندگان نمایند. انیسه شهید گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات 1419 مرکز ثبت نام را برای زنان و مردان در سراسر افغانستان ایجاد کرده. این مرکز دلیسی حبیبیه یکی از 374 مرکز ثبت نام است که در کابل ایجاد شده. مسئولان این مرکز گفتند که دیروز در حدود 20 زن، امروز هم 4 تا 5 خانم آمدن ثبت نام کردن و در بخش مردها هم دیروز در حدود 50 مرد و امروز هم 10 نفر ثبت نام کردند. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات دومین کسی است که در این مرکز بانوان در کابل ثبت نام می کند. سطح مشارکت آنچه که کمیسیون تقاضا داره و می خواهیم نیست، انشالله که با ادامه روزهای بعدی اشتراک هموطنان ما بیشتر شود در پروسه ثبت نام. هویت شخص باید فهمیده شود، یعنی تذکری اصلیش امرایش باشه و همچنان تابعیتش، یعنی دست کدام ولایت است. در همین حال اعضای مجلس سنا از آغاز ثبت نام های رای دهندگان استقبال می کنند. در انتخابات و دپاره در تذکری و در ثبت نام و التا در وطران لیس کم لیس در پا مرکز انتخابات که ثبت کی در پروسه در آغاز مبارکی طول ملت توایم. کمیسیون مستقل انتخابات در اول ماه جوزا ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان را آغاز خواهد کرد، اما آغاز این روند مشروط بر شمار ثبت نام‌های رای دهندگان دانسته می‌شود. همزمان با این احزاب و جریان‌های سیاسی هشدار می‌دهند که اگر رسوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای احزاب سیاسی در انتخابات مجلس نمایندگان سهم داده نشود، روابطشان را با این کمیسیون به حالت تعلیق در خواهند آورد. این احزاب سیاسی کمیسیون مستقل انتخابات را به برخورد دوگانه با احزاب سیاسی متهم می‌سازند و می‌گویند که از چندین ماه بدین سو طرح شرکت احزاب را در انتخابات برای حکومت جهانی و کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند، اما به این طرح توجه نشده. در این باره هم انیسه شهید گزارش آماده ساخته. نمایندگان 28 حزب و جریان سیاسی اینجا گرد آمدند و تاکید بر سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات مجلس نمایندگان دارند. این نمایندگان احزاب میگویند که با رئیس جمهور غنی نیز از بهره برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و نیز سهم احزاب سیاسی در انتخابات گفتگو داشتند، اما وی نیز به این مسئله توجه نکرده است. اگر چنین برخورد دوگانه باشه، ما حداقل که میتونیم گفته ایسته که با کمیسیون انتخابات همکاری خود در حال تعلیق درخواست آوردیم. احزاب پارلمان که وسیع تبیید چه 40 یا 20 نفر به یو سخنگوی لری آجندا به معلومه می یو سړی به آجندا بس کی نور بشنی اثر کارتون ور سره پورته کی. یکی از طرف ها کمیسیون است، یکی از طرف ها دولت است، یکی از طرف ها احزاب سیاسی در افغانستان است. وقتی یکی از این ابعاد به یک پروسه کلان ملی همکاری نکنه، واضح است که این پروسه در مجموع با چالش روبرو میشه. این نمایندگان احزاب میگویند که اگر حکومت خواستهایشان را نپذیرد، از گزینه های دیگری در برابر کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت کار خواهند گرفت. حکومت افغانستان، کمیسیون انتخابات بیای با ما دروی نمیز در حضور میدیا و مردم افغانستان بحث بکنه از کی منطقی تر است. هر افغان واجد شرایط باید بتواند به گونه مستقل و یا از آدرس حزب و ائتلاف مورد پسندش نامزد شود. تغییر سیستم کار نیک است برای آینده، برای افغانستان هم خوب خواهد بود، ولی در مرحله فعلی امکان تغییر سیستم نیست. کمیسیون مستقل انتخابات خواسته احزاب سیاسی را از بهره سهم دادن این احزاب در انتخابات مجلس نمایندگان مشروع می داند، اما تاکید می ورزد که برای عملی شدن این طرح ناوقت است. نیروهای دولتی در ولسوالی دوشی بغلان عملیات را آغاز کردند که هدف اصلی آن وصل شدن دوباره برق وارداتی به کابل گفته شده. وزارت امور داخله میگوید که تا پایان امروز امنیت در بخش‌های زیر تهدید در ولسوالی دوشی تأمین خواهد شد و پس از آن کار بازسازی پایه‌ها و سیم‌های برق میتواند آغاز شود. طالبان بامداد دیروز با منفجر ساختن یک پایه برق در منطقه کلگه ولسوالی دوشی سیم های برق وارداتی را به شبکه پایتخت و چند ولایت
دیگر کشور قطع کردند. در همین حال شرکت برشنا میگوید که با پادرمیانی بزرگان اقوام کارمندان این شرکت به محل رفتند و قرار است یک سرکت برق وارداتی به گونه موقت وصل شود. تمیم حمید گزارش میدهد. پس از نبردهای روز شنبه در آن بخشای شاهرای کابل بغلان که از ولسوالی دوشی میگذرند، نیروهای دولتی به روز یک شنبه برای دستیابی کامل به آن بخشایی که زیر تهدید هستند میکوشند. در این میان باشندگان این بخشا از چگونگی این عملیات نظامی ناخشنود هستند. تانک دادن دروازه رو دیگه استاد که بخواه اگه جنگ میکنم پایان برامون. طالبان بامداد شنبه یکی از پایه های برق را در منطقه کیلگه ولسوالی دوشی منفجر ساختند و این رویداد به قطع شدن بیش از 300 مگاوات برق وارداتی کابل و چند ولایت دیگر انجامید. پیش از آن هم از تخریب یک پایه دیگر برق در نزدیک همین محل خبر رسید. در اوضاعی که گفته می شد این بخش زیر آتش باری طالبان بود و کسی به آن نزدیک شده نمی توانست. درگیری در ساحات جریان دارد بین نیروهای امنیتی و مخالفین. تانستیم که اینا را از این مسیر را برانیم. در این میان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله بر گستردگی عملیات تاکید می‌ورزند که در این بخش‌های ولسوالی دوشی بغلان بر افتاده است. در مجاورت از این لین‌ها یک سلسله عملیات ادامه داره. ساحت تصفیه میشه، اونا کار خود دوباره آغاز کنه و برق دوباره وصل کنه. این چندمین بار است که طالبان به قطع برق کابل و شماری از ولایت‌های دیگر دست می‌زنند. در رویداد اخیر طالبان گفتند که آنان در واکنش به قطع برق در بخش‌های زیر اداره خودشان در ولایت‌های بغلان و کندز پایه‌ها و سیم‌های برق را در بغلان تخریب کردند. با گذشت بیشتر از 4 ماه از آغاز سال مالی 1397 هجری خورشیدی تا کنون در حدود 10 میلیارد افغانی پول بازنشستگان پرداخت نشده. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که تلاش ها برای رسیدگی به این مشکل ادامه دارند. در همین حال شمار از بازنشستگان وزارت مالیه را با بی‌پروایی در برابر کسانی که برای کشور خدمت کردند متهم می‌سازد. وزارت مالیه این اتهام را نپذیرفته. مسعود انصار گزارش می‌دهد. امید ما در مای جدی باید عبدالله نام دارد. میگوید در حدود 40 سال برای کشور و نظام در ولایت‌های گوناگون رزمیده است، اما اکنون که بازنشسته شده است مسئولان تنخواه بازنشستگیش را به موقع نمی‌پردازند. باید در سال 97 خالی شروع کنیم بیت تا ما زدید یک ماه خلاص شد دیگه ماه خلاص شد. باید در سال مالی 90 ماه دل و حد میداد. اما این بانو که در حدود 30 سال در ولایت کندهار وظیفه اجرا کرده است اکنون به کابل آمده است تا تنخواه بازنشستگیش را بگیرد، اما میگوید که در اینجا با برخورد نادرست مسئولان روبرو می شود. اگر من بس 36 سال خدمت کردم که بیایم یک بی عزتی یک 19 ساله و 20 ساله را من می بینیم، من خود دل من درد میکنم. اما مسئولان در وزارت‌های کار و مالیه از تلاش‌هایشان برای رسیدگی به مشکل بازنشستگان سخن می‌زنند. وزارت محترم کار و امور اجتماعی در قسمت بایومتریک سازی و حسابات بانکی گام‌های عملی به خاطر برداره که این کار ما را در قسمت شفافیت و در قسمت پرداخت به موقع و در قسمت حق به حقدار رساندن کمک میکنه. ما از سال 1306 مالی بر تمام متقاعدین محترم در سراسر افغانستان حقوقشان رو بهشون پرداخت کردیم. هیچ مشکل وجود نداره. شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز از برخورد نادرست در برابر بازنشستگان انتقاد میکنند. یا متاثر از نبود یک سیستم است که ما نمیتونیم که امتیازات متقاعدین با وقت و زمانش برسانیم. وزارت کار و امور اجتماعی متاسفانه از ظرفیتی که پاسخگوی مشکلات مردم متقاعد ما باشه متاسفانه او ظرفیت ندارد. بر بنیاد آمارها افغانستان در حدود 140 هزار بازنشسته دارد و شماری از این بازنشستگان تا اکنون تنخواه بازنشستگی سال پارشان را به دست نیاوردند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها.
پس از حمله های هوایی غرب بر سوریه، برخی از کشورهای جهان گواه اعتراض های در مخالفت با این حمله ها بودند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار می‌دهد که اگر حکومت سوریه بار دیگر از جنگ افزارهای کیمیایی کار بگیرد، واشنگتن آماده حمله های بیشتر بر این کشور است. این در حال است که سوریه هر گونه کارگیری از جنگ افزارهای کیمیایی را رد کرده. اعتراض شماری از شهروندان چیلی در برابر حمله های غرب بر سوریه که به خشونت کشانیده می شوند. شماری از فعالان مدنی و شهروندان چیلی در برابر سفارت ایالات متحده گرد آمدند و حمله های امریکا، فرانسه و بریتانیا را بر سوریه نکوهش می کنند. اما پلیس چیلی می کوشد که مانع نزدیک شدن این معترضان به ساختمان سفارت شود و برخی از معترضان از سوی پلیس بازداشت می شوند. در هر جایی که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا حمله کردند، تخم ویرانی، گرسنگی، قتل، غم و اندوه را در آنجا کاشتند و کشورها را با شوب کشانیدند. در شهر آتن، پایتخت یونان، نزدیک به 7000 تن پس از جمع شدن در چهارراه مرکزی سنتاگما به سوی ساختمان سفارت ایالات متحده راهپیمایی می‌کنند. آنان مخالف حضور نیروهای آمریکایی در یونان و حمله های این کشور بر سوریه هستند. ما تجاوز امپریالیستی آمریکا، بریتانیا و فرانسه را بر سوریه نکوهش میکنیم. جنگ افزارهای کیمیایی تنها بهانه هستند. چیزی که پنهان است، منافع بزرگ اقتصادی و برخی از منابع این بخش هستند. معترضان در این شهر یک لوحه سفارت ایالات متحده را تخریب کردند و از همین رو پلیس ضد شورش آنان را به عقب راند. با چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. بیش از 500 مامور آتش نشانی برای خاموش سازی آتش سوزی ها در جنگل های جنوب غرب استرالیا می کشند. این آتش سوزی ها از دیروز تا کنون بیش از 1000 هکتار زمین را سوزانیدند و باشندگان این بخش ها را نیز به ترک خانه هایشان وادار ساختند. هزاران تن از مردم نیپال جشنواره سیندور جترا را که برای تجلیل از سال نو نیپالی و آمدن بهار برگزار می شود بزرگ داشت کردند. در این جشنواره نیپالی ها بر همدیگر رنگ شنگرفی می پاشند و برای بهار خوب و باران زیاد دعا می کنند. ایالات متحده آمریکا دو ماهواره را با موشک اطلس 5 به فضا فرستاد. قرار است که این دو ماهواره 5 ساعت پس از پرتاب در مدار زمین جا بگیرند و خدمات اطلاعاتی را برای نیروی هوایی ایالات متحده فراهم کنند. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. با چند خبر اقتصادی. ترکیه علاقه‌مند است که با گسترش روابط بازرگانیش با افغانستان مواد خام مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی کشور را تأمین کند. معاون وزارت اقتصاد ترکیه که در رأس یک هیئت 25 نفری بازرگانان ترک به کابل آمده میگوید که بخش خصوصی این کشور آمده است که در بخش‌های معادن، تولید انرژی و کشاورزی در افغانستان سرمایه گذاری کند. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع از ترکیه خواسته که افغانستان را در بکارگیری از راه لاجورد همکاری نماید. ذبیح الله جهان مل گزارش می‌دهد. در اینجا سرمایه گذاران افغانستان و ترکیه گرد یک میز فرصت های موجود سرمایه گذاری ها و بازرگانی را در دو کشور به بررسی گرفتند. معین وزارت اقتصاد ترکیه در این نشست میگوید که دو کشور با داشتن موقعیت مناسب جغرافیایی و فرصت های بزرگ بازرگانی و سرمایه گذاری ها می توانند در زمان کم حجم بازرگانیشان را به میلیارد ها دلار در سال برسانند. ترکیه در بخش تولید مواد خام بسیار پیشتاز است و ما حاضر هستیم که با کمکمان مواد خام مورد نیاز شما را تامین کنیم. ما از راه لاجورد به ترکیه منظما از راه
زمین وصل میشیم، بالای او باید کار بکنیم. از سوی هم بازرگانان ترکی میگویند که با گرمی روابط اقتصادی میان ترکیه و افغانستان، شمار زیادی از بازرگانان ترک میخواهند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. افغانستان در حقیقت با داشتن بیشترین آب و انرژی خورشیدی برای تولید برق است و این کشور فرصت‌های بزرگ برای صادرات میوه‌های تازه به جهان دارد. برای خودکفایی از لحاظ انرژی و صادرات انرژی به بیش از 75 میلیارد دلار ضرورت دارد. در امینال موین وزارت اقتصاد ترکیه میگوید که با برگزاری نشست اقتصادی آینده میان افغانستان و ترکیه برنامه‌های بزرگ اقتصادی میان دو کشور روی دست گرفته خواهند شد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 30 پول، یک یورو 86 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، هزار تومان ایرانی 13 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 595 افغانی. با بیننده های گرامی، رویدادهای های ورزشی خبرهای امشب را همکارم آقای مسعود ملک تقدیمتان بکند. آقای ملک سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم فوتبال سمیاش فاتح جام حذفی کابل شد. در این پیکارها تیم فوتبال مشعل جایگاه دوم و تیم فوتبال اردن جایگاه سوم را به دست آوردند. جام حذفی فوتبال کابل هم سال از سوی فدراسیون فوتبال کشور با حضور 14 تیم از باشگاه‌های مختلف شهر کابل در ورزشگاه فوتبال قاضی برگزار می‌گردد. امیر حسین حسینی و بکتاش نصرت به حیث رئیس فدراسیون‌های میوتای و ناشنوایان انتخاب گردیدند. روند انتخاب ریاست فدراسیون‌های ورزشی در ریاست تربیت بدنی و ورزش با حضور ناظران از چندین نهاد برگزار می‌شود. رقابت‌های کرکت ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار با قهرمانی تیم منتخب این ولسوالی به پایان رسید. در فرجامین دیدار رقابت‌ها تیم پنجبایی توانست با تفاوت 118 دوش تیم ICC این ولسوالی را شکست بدهد و بر سکوی قهرمانی بیستد. هدف از برگزاری رقابت‌ها رشد و نهادینه شدن ورزش کرکت میان جوانان این ولسوالی گفته شده است. بارسلونا موفق شد با برتری 2-1 برابر والنسیا یک گام به فتح لالیگا نزدیکتر شود. در روزی که تراشتن عکس‌العمل های خوب نشان داده و والنسیا موقعیت های فراوانی را از دست داد. تیم سنرایز حیدرآباد توانست در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند با تفاوت 5 ویکت تیم کلکته نایت ریدرز را شکست بدهد. در پایان این دیدار از تیم یاران راشد خان آرمان با درخشش در بخش توپ انداختن از سوی کادر فنی برگزاری رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. برای دسترسی به تازه ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان با 458 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.